بعد از اینکه تمدید مناقصه اعلان شد، یه روز دوباره چند روز بعدش آقای اردشیر زاهدی آمد که پاپا گفتش که اینو دو مرتبه تمدید بکنیم. گفتم که من متاسفانه دوباره دیگه نمیتونم تمدید بکنم، برای اینکه اعتبار سازمان برنامه از من میره، چون پیشنهاد ساختمان صد با این وضعی که ما تعهد خواستیم از پیمانکارانی که پیشنهاد میدن که گارانتی باید بدن دوچه بکنن، اینها هزینه سنگینی به اونها تحمیل میشه و بعد اینها مطالعاتی که باید بکنند و حساب بکنند و اینها خرج سنگینی بهشون تحمیل میشه، اینها اگر هی تکرار بکنیم این کار رو، اینو سریو تلقی نمیکنن و اعتبار اعلانات ما از من میره. من موافق نیستم. و بعد به پاپا هم بگو که من اینجا که نشستم به دو مطلب خیلی توجه دارم. در درجه اول حفظ حیثیت خودم هست که بایستی که من مراعات بکنم، و در درجه دوم حیثیت شما رو من مسئولیت دارم که مراعات بکنم و مصلحت شما نمیدانم که این کار بشه. البته اردشیر خیلی ناراحت شد و دیدم قیافش تغییر کرد و اینها و رفت. و بعد اینکه رفت، زاهدی وضعش با من به کلی عوض شد یه مرتبه. البته من اهمیتی به این مطلب نمیدادم و کارمو میکردم. اینها یه روزی یک شخص قوچی بود به نام ذوالقدر که این رو آمد دم اتاق بنده و تقاضا کرد که کاری دارد. اینها گفتم بیا تو، چون من بس و بندی اتاقم نداشت، هر کی کاری داشت میآمد برای میدید. آمد تو، شروع کرد به بدگویی و داد و فریاد و اینها. من دادم از اتاق بیرونش کردم و از سازمان برنامه اصلا دادم بیرونش کردم و رفت و اینها. شب به چیز گفتم، به شب هیئت دولت داشتیم، به زاهدی گفتم که امروز این مردک هوچی آمد اونجا و این جر و جنجال رو راه انداخت اینها، و این مصلحت نیست که در اداره دولت یه همچین وضعی پیش بیاد. اینها رو دستور بدید که روی تنبیهش بکنن و بعدم یه صورتی باشد که این قبیل مسائل تکرار نشه. من دیدم توجهی نکرد به این مسئله که به او گفتم و سری تکون داد و گفت خیلی خوب و تمام شد رفت. و حس کردم که مثل این که از طرف خودش آمده اصلا و او ترتیب داده که به من بیاد اینجور بساط رو توهین بکنه مثلا یا فلان. این بود که دیدم امکان همکاری من با زاهدی دیگر نیست با این صورت. آمدم صبح منزل، مهندس راجی معاون من بود اون وقت، مهندس راجی رو خواستم و بهش گفتم که این استعفای من است، ببر خودت بده به زاهدی، و این که تو رو خواستم که استعفا من ببری برای این بود که تو چون مدتی است الان معاون سازمان برنامه، چون قبلنم بود زمان زنگنه معاون بود، و اگر کسی هم نداره خودتو متصدی کار بکنه که کار اونجا هم لطمه نخوره، و من متاسفانه نمیتونم دیگه همکاری بکنم در بازاهدی. رفت و استعفا من داد به زاهدی و آقای پناهی چیز شد، مدیر عامل سازمان برنامه شد. من دیگه مدتی بیکار بودم تا اینکه قرار شد انتخابات بشه. انتخابات که قرار شد بشود، من به علت اینکه خانومم از گلپایگان بود و خودم در گلپایگان چندین مرتبه رفته بودم و آمده بودم و با کمک دکتر عبدالله معظمی هم سدی براشون ساخته بودیم و اینها، من اونجا من رو خوب میشناختند و بعد فامیل معظمی اونجا خیلی ریشه داشت و
دکتر معظمی که وکیل قبلا وکیل اونجا بود، او هم که با وضع سیاسی که پیش آمده بود دیگه نمیتونست که انتخاب بشه و اینها، مجموعا من فکر کردم که از گلپایگان وکیل مجلس بشم. بعد اینکه اعلان انتخابات شروع شد و اینها، من شروع به فعالیت کردم، زاهدی پیغامی فرستاد برای من. پیغام فرستاد که شما بهترین است که برید به سنا و مجلس برای شما کوچکه، شما بهترین است که سابقه وزارت هم دارید و غیر اینها، برید به سنا و اونجا منم موافقتم میکنم و فلانا. پیغام دوستانه ای دادش اینها. بهش پیغام دادم به این که من حرفی ندارم، ولی اینجا من به صورت طبیعی ممکنه که انتخاب بشم، هیچ کمکی شما را هم نمیخوام و اینجا سوابقی که فامیلا من اینجا دارم و کارهایی که براشون کردم قبلا اینها، برای من زمینه مساعد هست و جای دیگرم من امکان این که انتخاب بشم نیست و حالا اگر که مصلحت اینجور میدونید من حرفی ندارم، اما بدانید که من در سنا اگر قرارش برم دنبالش تا ته میرم دنبالش و منو وسط راه چیز نکنید که بخواید من اخفال بکنید. بعد صریح داد که نه همه جور مساعدت میشه و فلان ها، و بنده کنار آمدم و ظفر از اونجا چیز شد، وکیل شد، از انتخاب شد از مجلس، از گلپایگان در مجلس، مهندس ظفر، قباد ظفر. عرض کنم بنده صبر کردم تا انتخابات سنا شروع بشه. اتفاقا ما یه دوره‌ای داشتیم که تشکیل می‌شد از سناتورهای سابق تهران که قریب 10-12 نفرشون سناتور تهران بودن، یه چند نفر هم سناتورهای جاهای دیگر بودن. و در این دوره من هر هفته یه در جلسه داشتیم و اونها هم از لحاظ این که می دانستن من در کارخانجات و در راهن و مؤسسات دولتی تهران آشنا زیاد دارم که برای رأی خیلی میتونم کمک بکنم، اونا هم خیلی خوشحال بودن که من باشون باشم. البته اونجا هم گفته بودم من که من خودم داوطلبم و همراه همه خواهم آمد. تا موقعی که انتخابات شروع شد معلوم نبود که چی قرار است بشه کی نشه اینها، یعنی دولت نظری اظهار نکرده بود و اون وقت انتخابات دو مرحله‌ای بود، یعنی برای تهران که 15 نفر سناتور بایستی که انتخاب بشه، 75 نفر مردم انتخاب می‌کردن، اون 75 نفر وقت بین خودشون 15 نفر رو انتخاب می‌کردن که اونا دیگه سناتور می‌شدن. جزء 75 نفر من انتخاب شدم و موقعی که آرا رو میخوندن، افرادی که من در اون دستگاه داشتم که به من گزارش بدن وضع آرا رو میخونند و مینویسند اینها، هر شب به من گزارش میدادن که وزیر کشور که اون وقت جهانبانی بود، سرتیپ جهانبانی بود، میاد اونجا دستور میده که آرای شریف امامی رو کم بکنید، بزنید فلان از این حرفا. البته من اون وقت کاری دستم ساخته نبود که بتوانم به یه صورتی باش مبارزه بکنم یا تهدیدش بکنم که دخالت در کار انتخابات نکنه یا چه اونها. این گذشت، ولی به هر صورت چون من رأی زیاد داشتم، من در 75 تا انتخاب شدم.
بعد از اینکه 75 تا انتخاب شد، چند تا رأی بهتون بالاخره نوشتن من یادم نیست، ولی به نظرم یکی از چیزاشو اینجا داشته باشم، سند اون هیئتی که تصدیق باید بکنن، اسمش حالا یادم نیست چه بهش میگفتن، هیئت نظارت چیزی که به من داده، اعتبارنامه‌ای که داده، به نظرم داشته باشم. ممکنه اگر قبلا مطالعه گفت میدونستم که امروز جلسه داریم، برای شاید تهیهش آماده میکردم. به هر صورت روز 75 تا که انتخاب شدیم، بلافاصله معلوم شد که 15 نفری که قرار است بین این 75 تا انتخاب بشن به سمت سناتور تهران، این ارگانیزه شده به این صورت که تمام افرادی که در این 75 تا هستن، اینها هر کدومشون به یک کاری منصوب می شدند و تأمین بودند، به غیر از 6-7 نفر. بقیه مثلا سردار فاخر بود، قرار بود رئیس مجلس بشه، آقای حاج ذوالممالک بود، قرار بود نایب رئیس مجلس بشه، یه 15 تا بودن که قرار بود سناتور تهران بشن، یه عده زیادی قرار بود استاندار بشن و کارهای مختلف از این قبیل داشته باشن، و اون 15 نفر تمام در اون دوره ما بودن. به من گفتن که متاسفانه شما جزو 15 تا نیستید و این انتخابات هم طوری ترتیب داده شده که هر کسی رأی میده بایستی که با نشون رأی بده، به این معنا که مثلا اگر که دکتر اقبال رأی بخواد بده، باید بنویسه دکتر اقبال اول، بعد امام جمعه، بعد نمیدونم نیکپور، بعد کی کی کی، همجور بیاد پایین و هر کدوم رو به این صورت چک میکنن که اگر درست اونجوری که قرار رأی ندن، اون وقت به کاری که قراره منسوب نمیشه. من دیدم که خب سر ما به کلی بی کلاه هست و دیگه با همه دوندگی هایی که کردیم برای انتخابات، که خوب یادم است که امینی اون وقت خود اون هم چیز بود، داوطلب سنا بود، ولی او رأی نیاورد، ولی گفته بود به این که عجیبه، من هر کجا که رفتم قبل از من، شریف امامی و عبدوه، این دوتا قبلا رفته بودن، نطقاشون هم کرده بودن، کاراشون تمام شده بود و من وقتی میرسیدم اونا یه همه کارا جلسه دیر داشت به هم میخورد، اون وقت من دیر میرسیدم همیشه، یه همچیزی گفته بود اونجا. عبدو هم جز کسانی بود که دکتر جلال عبدو، عرض کنم فرماندار تهران طبق قرار مأمور دعوت 75 نفر رو کرد در فرمانداری تهران که بیان 15 تا رو رأی بدن. قبل از این کار بنده بررسی کردم که چند نفری بودن که اینها سرشون بیکلاه بود مثل من. یکیش فروهر بود، دها بود، آرامش بود، شریعت زاده بود، خود من بودم، حسین خاجنوری بود. این شیشتا یادم است که شیش نفر، اینها جزء 75 تا بودن ولی هیچ سمتی وضعی چیزی برای اونها در نظر گرفته نشده بود. من در شیشتا رو دعوت کردم منزل بود و بهشون گفتم که آیون، جریان انتخابات سنا اینجوریست، این طوری ارگانیزه شده است که هر کدوم از اینها باید اینجور رأی بدن، ما جز 15 تا نیستیم و اونای دیگه همه وضعشون روشنه که چجور رأی بدن اینها و مسلما ما نمیشیم. پس این توافق یا این تصمیم در چه مرجعی، چجوری؟ اونو دولت میکرد، خود دولت. زاهدی البته ممکنه با علازت هم در میان میذاش که کیا باشن کیا نباشن فلان ها، اونو دیگه درست نمیدونم من، ولی در هر حال به این صورت بود که 15 تا معلوم بود که کیا هستند و تمام بود کار. ما 6 تا قرار شد که
خودمون به خودمون رأی بدیم و به دوستانی که داریم از اون 15 تا هر کدوم میل داریم رأی میدیم، هر کدوم نه که رأی نمیدیم، ولی به این 6 تا خودمون 6 تا به هم حتما رأی میدیم. بعد از اینکه روز انتخابات در مرحله دوم معلوم شد و همه رفتیم، عصری بود، فرماندار تهران قیایی بود اون وقت، ما را دعوت کرد در فرمانداری و رفتیم اونجا و گفت که 75 نفر قرار است که 15 نفر انتخاب بکنند، اینها که همه میدونستن و حاضر غایب هم شد که ببینن کی هست کی نیست. تقریبا همه بودن، منهای یکی دو نفر نیامده بودن، من جمله وارسته نیامده بود. مثلا وارسته نمیدونم چه شده بود که اونم مورد پسند نبود و مثل ما سرش بیکلاه بود، اونم قهر کرده بود نیامده بود اصلا، که وقتی قرار نیست اصلا آزادم نیست رای بیا چه کار بکنه. موقعی که شروع کردن به رای گرفتن اونجا من و حاج ذوالممالک و سردار فاخر به سمت ناظر در انتخابات اونجا انتخاب شدیم بین خود 75 تا، من خودم جز نظار شدم. وقتی یه رأی گرفتن 14 تا از اون 15 تا رأی آوردن، اکثریت آوردن، دکتر سجادی افتاد، رأی نیاورد. علتش هم بند جیمی ها بود، عده زیادی بند جیمی در این 75 تا بودن، اینا هیچ کدوم به دکتر سجادی رأی ندادن و به این ترتیب دکتر سجادی به نظرم 39 تا رأی بیشتر نیاورد. بند جیم مربوط به اون لایحه‌ای که داره مصدق؟ مصدق نه، قبل چیز مصدق نبود، یک لایحه‌ای گذشت از مجلس، اینو من گفتم مثل این که نگفتم قبلا. بله خلاصه دکتر سجادی 39 رأی آورد، من هم 19 تا رأی آوردم، برای اینکه هم 6 تایی که قرار رو با هم گذاشته بودیم به من رأی دادن و بعد هم من هر 75 تا رو قبلا رفته بودم دیده بودم همه رو یک یکی رفتم دیدم و باشون صحبت کردم و اینها، و بعضی ها می گفتن که صریح که ما متاسفیم که نمی توانیم به شما رأی بدیم، بعضی هاشون می گفتن که ما رأی می دیم ولی جایی گفته نشه، بعضی ها می گفتن که اگر بشه به شما رأی می دیم. اینجوری خب یه کسانی بودن، مثلا سردار اسعد بود اونجا یا امیر اسعد بود که با فامیل خانوم من نسبتی داشتن اینها و به اون مناسبت به من خیلی محبت داشت اینها، مثلا او رأی داده بود به من محرمانه، یا یکی بود که با پدرم خیلی صمیمی بودند و دوست بودند اینها، شازده از چیزهای نزدیکان جهانبانی ها بود، یادم نیست حالا اسمش، میگم بعد بهتون. مثلا او هم رأی داده بود به من. خلاصه من 19 رأی آوردم. چون یک نفر افتاده بود و رأی نداشت، ناچار بودن که برای یه نفر رأی بگیرن. وقتی که قرار شد برای یه نفر رأی بگیرن، دیگه معلوم نبود کی به کی رأی میده. چون نشانه متوجه شدم بالاخره از 15 تا 14 تا اکثریت آورد. باید اکثریت داشته باشه. 15 همی اکثریت نداشت که دکتر سجادی بود، با وجود اینکه رأی نسبی داشته کافی نبود، باید اکثریت میداشت. اکثریت باید میداشت. بله. وقتی که قرار شد که به یه نفر رأی بگیرن، دیگر نشانهی در کار نبود که کی به کی رأی میده اینها. رأی گرفتن و بنده 49 رأی آورد، بنده انتخاب شد. در همین موقع که آرا رو شمرده بودیم و داشتیم صورت مجلس رو می نوشتیم که امضا بکنیم، هیئت نظار باید امضا میکردین و که سردار فاخر بود و حاج ذوالممالک بود و من بودیم،
زاهدی تلفن کرد به قیایی، گفت خب کار انتخابات تمام شد یا نه؟ گفت بله جریانش تمام شد و گفت گزارش داد که اول که رأی گرفتیم 14 نفر اکثریت آوردند و انتخاب شدن، دکتر سجادی افتاد و ناچار شدیم برای یه نفر دوباره به رأی بگیریم و اون یه نفر شریف امامی دارم که اوقاتش در شده گوشی رو زده بود زمین و خیلی ناراحت شده بود. به این صورت منده سناتور تهران شدم برخلاف نظر دولت و با سابقی هم که با زاهدی از جریان کار سازمان برنامه و اینها پیدا کرده بودم، خب معلوم بود که من جز موافقین دولت نمیتونم باشم. و وقتی که آمدیم در سنا و تشریفات اولیه سنا مسئله تحلیف و غیره اینها تأیید اعتبارنامه ها و یعنی تصویب اعتبارنامه ها و اینها تمام شد، دیگه سناتور مطمئن شدیم، اون وقت دیگه یواش یواش از ما مخالفت ها شروع شد. موقعی که زاهدی آمد به هیئت دولت رو معرفی بکنه، به مرحوم سرتیپ جهانبانی که رسید تا گفت وزیر کشور سرتیپ جهانبانی، من نعره زدم گفتم که به 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 بسیار بسیار مبارک است. همه تعجب کردن که این جوانگی که تازه آمده این کیه، چی این حرفا چیه فلان ها، چون زاهدی به صورتی که آمده بود میدونید خیلی مقتدر آمده بود و اینها رو هم خب همه رو گردنشون حق داشت از اینکه ترتیب داده بود که سناتور شده بودند، اینها یک دست همه بهش رأی میدادن. اون وقت یه نفر اون وسط یه مرتبه ناجور پیدا شده بود، خیلی اسباب تعجبشون بود. به هر صورت در خلال اینکه برنامه مطرح شد که من قصد داشتم بر علیه وزیر کشور مخصوصا اعلام جرم بکنم و چه بکنم فلان از این حرفا، حادثه براش پیش آمد در راه کرمانشاه به تهران که می اومد بیچاره فوت کرد و من دیدم دیگه حالا سی معنی نداره که بر علیه او چیزی بگویم، اینها دیگه منصرف شدم و فقط یه مخالفت مختصری در برنامه دولت کردم و ولی تنها رأی کبودی بود که به زاهدی داده شد در برنامه‌اش، هم مجلس هم سنا یک دست بهش رأی داده بودن منهای بنده. در طول جریان البته دوستان مشترک ما خیلی داشتیم که هم با زاهدی نزدیک بودن، با من نزدیک بودن و می آمدن که شما با همین همه دوست بودید، سابقه دارید فلان ها، چرا مخالفت میکنید اینا؟ گفتم من دشمنی با او هم ندارم، الان مسئله اصولی است، من نسبت به زاهدی موافق نیستم که او نخست وزیر باشه چون او رو صالح نمیدونم، ولی شخصش رو من باش دشمنی ندارم و در تمام مدتی هم که من سناتور بودم از اول تا آخر تا وقتی که او بود من مرتب بهش رأی کبود دادم، و حال اینکه خیلی ها بودن که اول موافق بودن بعد مخالف شدن بعد دوباره موافق شدن یا اونها مخالف موندن اونها تغییر کردن، ولی بنده از روزی که آمد بهش رأی کبود دادم تا وقتی که رفت و هیچ وقت تغییر نظر ندادم. البته در تمام این مدت هم هیچ وقت بهش توهینی چیزی بنده نکردم، یعنی از اون کارهایی که مرسوم بود در مجلس مخالفین دولت میکردن که میامدن و یعنی گاهی اوقات حتی به فحاشی و اینها میکشید اینها، نه خیلی مؤدب و معقول من اما موقع رأی کبود میدادم بسا. و در جریان کار هم مثل این که اینجا قبلا ذکر کرده بودم به این که من در مجلس سنا در کمیسیون شماره سوم که اون وقت کارهای وزارت کشاورزی و کار و صنایع و تجارت رو داشت، از همه کمیسیون ها فعالتر بود، کارش زیادتر بود چون چند وزارتخانه بهش مربوط می شد،
من مخبر بودم. مکرر می شد که لایحه دولت مطرح می شد در مجلس، من خودم از گزارش کمیسیون دفاع می کردم، ولی موقع رأی که می شد رأی کبود می دادم و همه می گفتن آقا تو خودت آمدی و دفاع کردی از لایحه، دیگه چرا رأی کبوت میدی؟ گفتم اون دفاع من برای این بود که من مخبر کمیسیونم، باید از خبر کمیسیون دفاع بکنم و این رأی کبوت رأی شخص من است به دولت که بهش اعتماد ندارم، اینا با هم مخلوط نمیشه کرد. و به این ترتیب بود تا دوره تمام دوره سنا بنده با زاهدی رأی مخالف میدادم، ولی اینکه ظاهرن هم هیچ وقت زاهدی نسبت به من اظهار ناراحتی یا اینکه چیز بکنم نبود در کار. دوستیمون به اصطلاح سر جاش بود، کار مدرسه هم علاحده سر جاش بود. تا وقتی که بنده در 3 سال چیزم که تمام شد، اون وقت مرسوم بود که نصف سنا می اومد بیرون، برای نصف سنا انتخاب می شدن و نصف دیگش می موند همیشه، یعنی سنا هیچ وقت تعطیل نمی شد. با این صورت قرعه می کشیدن، 30 نفر از 60 نفر بیرون می اومد، خارج می شد. اتفاقا قرعه کشیدند و بنده از 30 آمدن بیرون. من چون کاری نداشتم و قرعه واقعی بود، اونجا کارش نمیتونم بکنن که مثلا یکی در بیاد یکی در نیاد، نبود هیچ. قرعه صحیح بود و آیه معید ثابتی یادم است که منشی سنا بود و دوست خیلی نزدیک خود من بود، قرعه اسم مرتر خود گفت شریف امامی بود، یه چی معلوم شد که ما در آمدیم. من بلافاصله به خانم گفتم که من مدت هاست که هیچ وقت مرخصی نرفتم و مسافرتی هم نرفتیم و فلان ها، و خوب است که بریم الان یه مسافرتی بررسی کردیم و گفتیم بریم به لبنان. ماشینی خودم داشتم، سوار ماشین شدیم، ماشین شخصی خودم و با شوفری که داشتیم و از راه همدان و کرمانشاه و قصر شیرین و رفتیم بغداد. چند روزی بغداد بودیم اینها. البته اینجاها که من میرفتم مطلقا مثلا در بغداد باتمان قلیچ اونجا چیز بود، سفیر بود که دوست با خود بنده بود سبب بود باتمان قلیچ. من خودم رو به او چه خبر ندادم که برم سری بهش بزنم اینها، برای اینکه این جریانم یادم رفیه بگویم این بود که وقتی من از چیز در آمدم، از قرعه در آمدم، علم اون وقت وزیر کشور بود. علم به من تلفن کرد که شما قرار است که شهردار تهران بشید. گفتم من بسیار متاسفم که نمیتونم شهردار تهران بشم، از این کار شهرداری تهرانم بدم میومد، چون یه جای به هم ریخته، به هم پاشیده، در هم بر همی بود که امید اصلاحی هم با وضع اون روز بنده درش نمیدیدم. این بود که زیاد علاقه نداشتم که اونجا برم، کاری نمیتونستم بکنم. خلاصه چند روز بعد از اینکه این تلفن رو کرد علم به من، اعلیحضرت تشریف می‌بردند به مکه و در فرودگاه مهرآباد، اون وقت محل مشایعت و استقبال و اینها هیچ ساخته نشده بود، یه آنگار تیاره رو فرش می‌کردن اونجا و کسانی که باعثی که برای مشایعت آمده بودن اونجا میستن، فرش میکردن اونجا میستن، در حضر از اونجا میومدن دو سوار تیاره میشدن میرفتن. این پاویون دولت و پاویون سلطنتی و غیره اینها، اینها همه بعد ساخته شد. اونجایی که تیاره ها رو تعمیر میکنن اونجا در واقع تشریفات چیز انجام میشد.